آقای اسحاقی، شما سال 60 دستگیر شدید، کمتر از 14 سالتون بود. 3 روز بعد روبروی جوخه اعدام قرار گرفتید و شاهد خیلی چیزها بودید. میشه برای ما توضیح بدید از اون روزها؟ من تیر ماه سال 60 دستگیر شدم، 13 سالم بود هنوز. بعد از دستگیری توی خیابون قلهک، من به کمیته قلهک بردن، من دوستم، و از اونجا به کمیته مشترک. تمام این مسیر و توی کمیته و کمیته مشترک مورد شکنجه قرار گرفتیم، و همون شب ساعت 11-12 شب بود ما رو به 209 زندان اوین بخش 209 بردن، و شکنجه ها ادامه پیدا کرد. در از شروع شد به شکل خیلی جدی تا 2 روز ادامه داشت، با کابل زدن به کف پا و خیلی چیزای دیگه که جزئیاتش رو شاید قبلا شنیده باشم. بعد ما رو به دادگاه بردن. بعد از روز سوم بود که ما رو به دادگاه بردن. 9 نفر بودیم و چند دقیقه بیشتر طول نکشید. لاجوردی به عنوان دادستان برای ما درخواست اعدام داد و گفت مفسد فی الارض، محارب، هر کسی که با امام مخالفت کنه، یعنی با اسلام مخالفت کرده، با خداوند مخالفت، این حرفایی که همیشه میزنن. بعد بردن اون بیرون، بعد از چند دقیقه به صفمون کردن و به سمت جوخه اعدام میخواستن ببرن که لاجوردی اومد با پوتین زد تو ساق پای من و از من یه سوال که مذهبی ها میکنن برای اینکه بفهمن شما بالغ شدی یا نه، میگن گفت جنوب شدی، گفتم خودت شدی، من نفهمیدم منظورش. بعد منو از صف کشید بیرون، پیرنمو گرفت از صف کشید بیرون، یه چیزی به پاسدارا گفت و دوباره منو بردن تو صف گذاشتن و بردن به سمت جوخه اعدام. ما رو با مینیبوسایی که شیشه هاش رنگی شده بود، رنگ کرده بودن، بردن به سمت پشت بندهای 325، اونجایی که جوخه اعدام بود. همه رو 4 تا 4 تا بایسوندن پشت به تپه های زندان اوین و من رو بردن کنار دیوار پشت همون بندهای 325. گفته همینجا بگی بشین. چشمند داشتم، ولی از زیر چشمند دیگه برگشتم همه جا رو میدیدم، چون حواسشون به من نبود، حواسشون به کارشون بود که میخواستن انجام بدن، اعدام کنن بچه رو. دست و پاشون رو بستن، چشماشون که چشمند داشتیم همه اون، و 4 تا 4 تا رو بروشون نشستن، زانو زدن با فاصله های 2.5-3 متر و به سمتشون شلیک کردن. و کسی که اول حکم خون، که حکم همتون اعدام محاربین، اون میدوید و تیرای خلاص بهشون میزد. من فقط گریه میکردم و میلرزیدم، چون سنم خیلی کم بود، 13 سال بیشتر نداشتم. و منو همون موقع اومدن با مینیبوس برگردوندن به سلول انفرادی. در این 10 سالی که شما در زندان بودید، خب خیلی اتفاقا هست که افتاده. خود شهادت شما چند ساعت طول کشید و هنوزم میدونم که خیلی زوایا داره که در موردش صحبت نشده، ولی نکته دیگری که برای من خیلی مهم هست این که در ارتباط با آقای نوری متهم دادگاه، شما شهادت دادید که یک بار ایشون شما رو مستقیما خودش به انفرادی فرستاده. اون در چه زمانی بود، چه تاریخی بود و برای چی؟ درست بعد از اعدامهای سال 67، اعتلامهای 67 که ما تو گاردش بودیم، من اولین ملاقات که پیش مادرم رفت، به ملاقات مادرم رفتم، ملاقات پشت شیشه بود و کنترل میشد از طریق فون. من خیلی حالم بد شد وقتی شنیدم دایی کوچیکم که 7 سال با ما زندان بودش، جعفر هوشمند، اعدام شده و دیگه نمیدونم چی گفتم، چی کار کردم. بعد از اینکه از ملاقات اومدیم بیرون، من برگشتم تو حیات، بعد چند دقیقه منو خواستن، پاسدارا بردن و
با حمید عباسی ملاقات داشتم، یعنی من رو بردم شهر حمید عباسی و طبق معمول فحاشی و تهدید و اینا که فکر کردید ادعا تموم شده، منو کتک زدن انداختن توی سلول انفرادی و چند روز یه بار میومد پنجره رو باز میکرد، دریچه کوچیک در انفرادی رو، و تهدید. شما از کجا میدونید که قطعا اگر از شما بپرسن چه چیز باعث میشه که مطمئن باشین آدم همون حمید نوری، همون حمید عباسی هست، چی میگید در یکی دو جمله بخواید قانع کنین یه نفر رو؟ بعضی چهره های که ما تو زندان دیدیم هیچ موقع فراموشمون نمیشه، چهره هایی که همیشه برای ما تو خاطرات ما هستن، یکیش حمید عباسی، یکیش ناصریان، لاجوردی یا گیلانی، کسایی که خیلی چهره های خیلی خشن و وحشتناکی داشتن، همشون تو خاطر ما هست. حمید عباسی من تو دادگاه هم اشاره کردم و گفتم که وقتی گفتن ترسیم کنی چه شکلی بوده، گفتم همینی که اینجا نشسته با همین قیافه، با همین قد، با همین شمایل، فقط پیر شده، هیچ تغییری نکرده، موهای صافی که داشتش، همین صدا، همین حالتهایی که الان داره. دوست داشتید که حکمی داشت به نام حکم اعدام، مثلا اعدامش میکردن؟ نه، من با حکم اعدام مخالفم. من فکر میکنم آدم ها باید همین دنیا تقاس همه کاری که کردن رو ببینن و فکر میکنم بهترین حکم همون حکمی که براش در نظر گرفتن دادستانا، حبس ابد. بسیاری اعتقاد دارن که قاضی این دادگاه بسیار به ایشون مهلت میده و رفتاری که با خودش داره، با متهم داره، با شاهدین فرق میکنه و به این بیشتر احترام میذاره، به این بیشتر فضا میده برای صحبت کردن. نظر شما چیه؟ من خودم این سوال رو از وکیلمون کردم، وکیلش شاکی ها کردم و ایشون من توضیح دادن که این قاضی و قاضی هست که یکی از جنایتکاران رواندا رو در حکم ابد بهش داده و تجربه خیلی زیادی داره تو جنایت علیه بشریت و این به خاطر اینکه هیچ امکانی به حمید نوری و وکلاش نده که بتونن برای دادگاه عالی شکایت بکنن، داره ایشون رو آزاد میذاره، هرچی دلش میخواد بگه، برای اینکه بعد از این مرحله شکایت میتونن بکنن برای دادگاه عالی و به حکمی که داده میشه، ولی اینطوری دست و باشون بسته میشه و نمیتونن به دادگاه عالی شکایت کنن، چون که وکلای رد بالایی که هستن برای اینکه ادعای وکلای همینطوری رو برای دادگاه عالی، برای شکایت به دادگاه عالی برسونن، اونا رد میکنن. به همین دلیل بهشون وقت کافی میده که هر چقدر میخوان حرف بزنن.